بعد از طی مسافتی 57 کیلومتری از شهر کرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری و گذر از حاشیه سبز رودخانه زاینده رود، رسیدیم به یاسه‌چای، تنها روستای بدون کوچه ایران. یاسه‌چای کلمه ترکیه، زبان مردم ترکیه، ترکی قشقایی، و یاسه‌چای یعنی پهنای رودخانه. با ورود به بافت یاسه‌چای با گذرگاه‌های دالانی و تاق‌های خمیده خشتی روبرو شدیم. وقتی ما از بالا به بافت روستای یاسه‌چای نگاه بکنیم، خب خیلی از این معابر دیده نمیشن، به واسطه اینکه اغلب معابری که ما داریم معابر سرپوشیده‌ای هستن. در داخل این بافت تاریخی یک محور سراسری به طول 400 متر به عنوان گذرگاه اصلی وجود داره. دسترسی‌های فرعی از این محور اصلی برای منازل مسکونی هست که در داخل هر کدوم از این کوچه‌های فرعی هم چند منزل مسکونی قرار گرفته. پس به واسطه اینکه نمیتونیم از بیرون ببینیم این فضاها را، شاید به خاطر این هست که گفتن این روستا فاقد کوچه هست. تنها روستای بدون کوچه ایران با مساحت 34000 متر مربع از شمال به رودخانه زاینده رود و از جنوب به ارتفاع زاگرس منتهی میشه. 250 خانوار جمعیت این روستا است که حدود 1000 نفر جمعیتی هستن که فعلا ساکن هستن در روستای یاسه‌چای. اینجا دیار خانه‌های قدیمی با مردمانی زحمتکش و مهمان نوازه. شغل این روستا کشاورزیه. گردو، انگور، بادوم، هلو، اشکرم زناشونم اکثرشون خانه‌داری و قالی‌بافی. من از اول عمرم تو یاسه‌چای زندگی می‌کنم. از به دنیا اومدم، از اینجا بزرگ شدم. اینجا گردشگرم میام. آره خیلی. بناهای خشت و گل این روستا طوری هنر و معماری رو به نمایش گذاشته که در آلبوم خاطرات هر گردشگری نقش میبنده. بیشتر چون عاشق بافتای قدیمی هم بیشتر خونه هاش رو پسندیدم. خیلی طبیعتش هم خیلی قشنگه. از ابتدای سال جاری، سال 1397 تا کنون بالغ بر 60000 نفر گردشگر از جاذبه های تاریخی و تفریحی روستای یاسه‌چای روستای هدف گردشگری بازدید کرد. محدوده تاریخی روستای یاسه‌چای با قدمتی 700 ساله در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده. قدمت و دیرینگی این بافت تاریخی و فرهنگی علاوه بر گردشگران، معماران زیادی را برای انجام عمر تحقیقاتی و پژوهشی به خودش جذب